سلام روی ویدیو قبلی با همدیگه اومدیم در مورد ایف یاد گرفتیم و استفاده ازش و ترکیب استفاده ازش با ریلیشنال اپریتور ها یعنی همون عملگرهای های مقایسه ای می میخوام اینجا در مورد استفاده از ایف بیشتر بهتون بگم یه سری نکات دیگه در موردش رو با همدیگه یاد بگیریم یکی از مهمترین نکاتی که بچه ها اینجا داریم اینه که معمولا توی برنامه‌نویسی نمیان نتیجه یه مقایسه رو توی یه متغیر ذخیره کنن و متغیر رو توی قسمت شرط ایف بذارن کاری که میکنن اینه که میان مستقیم خود شرط رو اینجا میذارن به ایف میگن اگر این شرط برقرار هست این بلاک رو برای ما اجرا کن دیگه نیازی ما رو توی متغیر از جنس بولیان بریزیم حالا این در واقع بچه مقایسه ما از خودش تو فالس برمیگردونه و این پرانتز ایف دنبال یه ترو میگرده وقتی که این مقایسه انجام بشه و اینجا مقدار بولین برگرده اگه که فالس باشه این بلاکه اجرا نمیشه اگه که ترو باشه این بلاکه اجرا میشه پس ما تونستیم مقایسه انجام بدیم و نسبت به اون مقایسه یه کاری بکنیم مثلا اگه x از وای بزرگتر باشه میگیم x از y بزرگتر در غیر صورت هیچی چاپ نمیکنیم روی کامپایل کلیک میکنم نو سینتکس رور برنامه ما اجرا میکنم و همونجوری که میبینید به من میگه x is bigger than y حالا این 23 از برنامه قبلی هستش من یه بار کلیر بکنم اینجا رو مجدد براتون خروجی بگیرم خروجی خامو میبینیم x is bigger y اوکی پس این بلاک برنامه ما اجرا شد و چون این بلاک اجرا شده کامپایلر رسیده به این خط و این خط رو برامون اجرا کرده و خروجی رو می‌بینیم حالا اگه من شرط رو برعکس کنم یعنی بگم x از y کوچیک‌تره خب x 10 y 5 x از y کوچیک‌تر نیست به خاطر همینه که ما دیگه توی خروجیمون هیچ چی نمی‌بینیم بعد از اجرای برنامه ببینیم هیچ اتفاقی نمی‌افته چرا چون دیگه توی این بلاک وارد نمی‌شیم اما if یه نکته دیگه ای توی خودش داره یه نکته تکمیلی داره بهتره بگم ما میتونیم بگیم اگر که یه اتفاقی هست برای من این کار رو انجام بده اگر که نه در غیر این صورت یه کار دیگه انجام بده من میگم اگر که x از وای کوچیکتره تو برای من این بلاک رو اجرا بکن و بگو x از وای کوچیکتره میخوام بگم در غیر این صورت یعنی کار ندارم در غیر این صورتی که این شرط من تو رو نبود بیا کار دیگه بکن میگم دقیقا همین جایی که بلاک و بستیم بچه همینجا جلوش می نویسم else بلاک باز و بسته یه بلاک برای خودم می سازم حالا توی این بلاک هم میتونم بگم اگر که این شرط درست نبود این کار رو انجام بده برای من اگه که x از y کوچیک نیست یعنی x از y بزرگتره به خاطر همین اینجا میگم اگر که x از y کوچیکتره بگو x is smaller یعنی کوچیکتره از y در غیر این صورت اگر x کوچیکتر از y نیست پس بزرگتر از y در غیر این صورت برای من آم بنویس is x is bigger than y x از وای بزرگتره حالا من اینو مجدد یه بار کامپایل میکنم خروجیشو با هم ببینیم x از وای بزرگتره چرا چون من چک کردم که اگه که x کوچیکتره این بلاک رو اجرا کن در غیر این صورت این بلاک رو اجرا کن بچه ها این کد رو دقیقا باید همین جوری که من میخونم بخونید و با خودتون تمرینش کنید پس ما یه شرط داریم که در صورت درست بودن شرطمون این بلاک ایف اجرا میشه و یه else داریم که در صورت درست نبودن شرطمون اجرا میشه یه بلاک دیگه هم بچه ها این وسط ها میتونه بیاد وسط ها منظورم چیه؟ منظورم بین این if و این else هر if ما یک دونه else میتونه داشته باشه یعنی ما میگیم اگه این شرایط بود این کارو بکن در غیر این صورت این کارو بکن میتونیم بینشون از یه چیزی استفاده کنیم به نام else if بگیم در غیر این صورت اگر تا این دقیقا با کامپیوتر حرف میزنیم حالا من اینجا میتونم بگم در غیر این صورت اگر حالا یه شرایط خاصی دقت کنید بچه else دیگه پرانتز نداره چون دیگه شرط نداره تو گفتی اگر این شرط بود بود در غیر صورت بروی کاری انجام بده دیگه من با شرطت کاری ندارم حالا اینجا چی میگم اینجا میام میگم else if اگر که x من برابر با y هست دارم برابری دو تا چیزو مقایسه میکنم میگم بیا برای من چاپ بکن x is equal y x با y برابره حالا میتونیم چند تا else if هم بذاریم و شرایط مختلف رو چک بکنیم مثلا میتونم ادامه بدم بگم اگر که در غیر این صورت اگر که x من از ده بزرگتره برای من چاپ کن x is bigger گفتن x از ده بزرگتره دقیقا بچه ها داریم قانون گذاری میکنیم و شرایط مختلف قانونی که داریم میسازیم رو میتونیم برای کامپیوتر مشخص میکنیم مثل یه جور جریمه میمونه مثلا فرض کنید مثلا جریمه اینجوری باشه بگه ماشین اگه از 60 تا 90 کیلومتر میرفت جریمه بشه اگه از 90 تا 100 کیلومتر میرفت جریمه بشه بعد مثلا ماشینم سه روز توی پارکینگ بمونه اگه از 100 تا 120 کیلومتر میرفت مثلا جریمه بشه ماشین توی پارکینگ بمونه اصلا 10 امتیاز منفی هم برای راننده توی گواهینامه‌اش ثبت بشه میدونیم دقیقا داریم اینجور کارا رو با هم دیگه میکنیم میگیم اگر x از y تر بود این کارو بکن دیگه بچه‌ها وقتی ایف اولی درست بود دیگه توی بقیه ها نمیره دیگه هیچ با, با در ادامه این شرط ها کاری نداره شرط اول درست بوده کارش انجام میده تموم اگه x از y کوچیکتر نبود در غیر این صورت یعنی اگه کوچیکتر نبود ببین اگر x برابر با وای این کارو رو بکن در غیر این صورت ببین x بزرگتر از ده این کار رو بکن اگه هیچ کدوم از اینا درست نبود در غیر این صورت بیا این کار ثابت رو انجام بده اگه هیچ کدوم از اینا درست نبود بیا برای من بگو x بزرگتر از y اما نکته که میخوام بهتون بگم این هستش که هر ایف میتونه بینهایت نهایت else ایف داشته باشه و میتونه یه دونه else داشته باشه میتونه هیچ کدوم رو هم نداشته باشه بچه ها if else if و else ابزارن برای اینکه ما بتونیم منطقمون رو کنترل کنیم حالا بیت با هم دیگه مثال عملی بزنیم من این مثال پاک میکنم بهتون میگم که من یه متغیر از سن در واقع به اسم سن دارم یا age و توش مثلا 18 رو گذاشتم میخوام بگم اگر که این ایج بزرگتر از 18 هستش این در واقع کاربر بتونه رانندگی کنه خب میگم اگر پرانتز باز و بسته اکولاد باز و بسته که بلاک بسازم میگم اگر متغیر ایج من بزرگتر یا مساوی 18 هستش پس این راننده من میتونه رانندگی بکنه بزرگتر مساوی یعنی یا بزرگتر باشه یا مساوی باشه یعنی میشه از خود 18 به بالا براش می نویسم که you can drive تو میتونی رانندگی کنی میخوام بگم اگه بزرگتر یا مساوی 18 نیست نتونه رانندگی کنه خب اگه که اید بزرگتر یا مساوی 18 باشه این اتفاق میفته اگه که ایج بزرگتر یا مساوی 18 نباشه پس چیه کوچکتر از 18ه پس میگم در غیر این صورت یعنی وقتی که نه بزرگتری نه مساوی 18ی من کار ندارم در غیر این صورت بهت میگم که نمیتونی رانندگی بکنی اوکی okay. حالا متغیر ایجمون الان برابر با 18 بیایید با هم دیگه یه بار خروجی رو ببینیم من کلیر میکنم کامپایل هم کردم کلیک راست میکنم ولی به من میگه یو کن درایو چرا بچا چون ما 18 ایم حالا یه بار دیگه خروجی رو پاک میکنم میام اینجا متغیرم و به جای 18 تو 17 میذارم کامپایل میکنم یه بار اجرا میکنم خروجی رو با هم ببینیم به ما میگه یو کن نات درایو چرا چون متغیر ایجمون 17 17 بزرگتر یا مساوی 18 نیست به خاطر همین این بلاک اجرا نمیشه و میاد میگه اگه این نبود در غیر این صورت بیا اینو اجرا کن به خاطر همینه که برای ما میمسه you cannot drive پس تو این ویدیو خواستیم با هم دیگه هم if و هم else if و هم else رو یاد بگیریم توی مثال عملی کوچیک این ویدیو رو یه بار دیگه نگاه کن و حتما کدش رو بنویس توی ویدیو بعدی تمرین عملی خیلی بیشتری با اینها حل میکنیم اصلا نگاه نباشید